سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در یک گزارش ویژه دیگه خدمت شما هستم. گزارش ویژه امروزمون اختصاص داره به موضوع کرونا که آخوندها همچنان از اون دارن علیه مردم ایران سوء استفاده میکنن. در این گزارش ابتدا میپردازیم به مسئله مبرم روز، یعنی واکسن کرونا. چرا خامنه ای از ورود واکسن معتبر به کشور ممانعت میکنه؟ این سیاست ضد بشری چه تبعاتی داره؟ و بهانه‌ها و دروغ‌های آخوندها برای نخریدن واکسن معتبر چیه؟ بعد از اون مقایسه‌ای خواهیم داشت بین ایران آخوندزاده و کشورهای دیگه در زمینه خرید واکسن. و بعد نگاهی داریم به واکنش‌ها در درون رژیم علیه این جنایت عمدی. و در انتها ببینیم رویکرد درست در این موضوع چیه. پس در این گزارش همراه ما باشید. دلیل ممانعت خامنه ای از ورود واکسن معتبر به ایران، که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این جمله جنایتکارانه به خوبی طینت و ماهیت ضد ایرانی و ضد مردمی خامنه ای را برملا می کند و جای شکی در اینکه دشمن اصلی مردم ایران اوست باقی نمی گذارد. ادامه همان استراتژی است که وی در ابتدای ورود کرونا به ایران به آن اذعان کرده بود. این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردها رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت. میبینید که همونطوری که به وضوح خودش گفته بود، این آخوند دجال و ضد بشر بلا و تهدید کرونا رو تبدیل کرده به نعمت و فرصت برای حفظ نظام منحوسش و زمین گیر کردن مردمی که در آبان و دی 98 زمین رو زیر پای خودش و نظامش به لرزه در آورده. به همین دلیله که اجازه ورود واکسن رو به کشور نمیده، چون اگه اجازه بده ضد سیاست اعلام شده خودش داره عمل میکنه. اما دلیل دوم این که اگه واکسن معتبر رو بخره، دروغ بزرگی خودش رو و رژیمش رو آشکار میکنه و همه میبینن که دارو و غذا تحریم نبوده و نیست و تازه بعد از اونی که بایستی بیاد و پاسخگوی مطالبات و خواسته های مردم باشه. متاسفانه ضرر کننده اصلی این سیاست خائنانه و شقاوتبار خامنه ای هموطنان مظلوممون هستن که خودشون و عزیزانشون قربانی اون میشن. در این قسمت نگاهی داریم به اعترافات رسانه‌ها و کارگزاران رژیم در همین زمینه. اعترافات رسانه‌ها و کارگزاران رژیم در دادن آمار و ارقام جانباختگان کرونا. در مورد آمار واقعی جانباختگان کرونا، مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا رژیم در مهر 99 گفته بود: آمار قربانیان کرونا واقعی نیست. آمار واقعی 2.5 برابر آمار اعلامی است. حال ببینیم آمارهای موج چهارم کرونا که با اقدامات عمدی و جنایتکارانه رژیم در بازگذاشتن مسافرت‌های نوروزی به فاجعه منجر شد از چه قرار است. حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم 18 فروردین 1400 با خونسردی و قساوت تمام از آماری وحشتناک و 300 فوتی کرونا سخن می‌گوید. 257 شهرمون قرمز، نسبت به دو سه روز پیش 3 برابر شده شهرهای قرمزمون. مجموعاً الان 85% شهرهای ما در وضعیت قرمز و نارنجی به سر میبرن. تمام مراکز استانامون قرمزن. من یه تعبیری به کار بردم که خیلی مثلا مورد استناد شد، که از پلکانی با آسانسوری شده، الان یه ذره داره موشکی میشه دیگه اینجوری. یعنی ما با این تعداد بستری کانال 300 تایمون احتمالش زیاده. مینو مهرز عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونا هم در پیشبینی وقوع فاجعه برای تهران میگوید: وضعیت تهران از قرمز هم بالاتر است و بیمارستانها شرایط خوبی ندارند. مرگ و میر به سرعت بالا رفته. پیشبینی ما وقوع یک فاجعه برای تهران است. امروز مهار اجدهای کووید 19
چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سه رقمی رو بیاریم زیر سه رقمی نمیدونم. روزنامه حکومتی وطن امروز 17 فروردین 1400 اما مقصر اصلی این وضعیت را نشان می‌دهد. کرونا یک بار دیگر در سایه بی‌تدبیری دولت و در یک تناقض فاحش در تصمیم گیری برای سفرهای نوروزی روند سعودی به خود گرفت. این توصیف گوشه‌ای از وضعیت دلخراش و جانگداز این روزهای هموطنان بی‌پناهمون در کرونای ولایت. راستی این وضعیت ناشی از چه سیاستیه؟ پاسخ رو بهتر از کارگزاران و رسانه‌های خود رژیم بشنوید. اعترافات به سیاست نظام در کشتار جمعی و استقبال از کرونا. در حالی که همه دولت‌ها در دنیا برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا مسافرت‌ها و غیره را ممنوع اعلام کرده و از آن جلوگیری می‌کنند، نظام ولایت فقیه برای آن راه باز می‌کند. فروش بلیط‌های نوروزی بی کم و کاست حتی برای شهرهای قرمز هم ادامه دارد. بلیط برای همه شهرها فروخته میشه. روزنامه حکومتی فرهیختگان 23 اسفند 99 با اعتراف به اینکه در بالای نظام تفکر همه گیر کردن کرونا حاکم است هشدار داد. به نظر می رسد سیستم تفکر کشور هنوز به سمت ایمنی جمعی با استفاده عفونت طبیعی است و یا اینکه برخی متوجه نیستند چه اتفاقی می افتد. دود تمام این مسائل به چشم مردم می رود. به همین سیاست جنایتکارانه کشتار مردم توسط نظام آخوندی، دکتر علویان، معاون اسبق سلامت وزارت بهداشت، اینگونه اذعان می‌کند. طرفداران ایمنی گله‌ای و هنوز همونا حاکمن و همین دلیلیه که می‌بینید که دولت با تأخیر وارد میشه. یعنی شما میگید مثلا تهران رو تعطیل کنید، میگن باشه یه هفته دیگه تعطیل می‌کنیم، منتظرن تو این یه هفته عده مبتلا بشن. برای اینکه معتقدم به ایمنی گله‌ای. جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت رژیم هم ضمن اذعان به همین سیاست تفاوت همه دنیا را با جانیان حاکم بر میهنمان بیان میکند. همه جای دنیا ایمنی دست جمعی با واکسنه. ببین این یک حرف باطلیه که فقط سیاست گذاران رو به غلط در واقع به سمت مسیر غلطی میبره. ما فکر کنیم با عفونت میتونیم به یک ایمنی دست جمعی برسیم. خطا کردیم اون وقت و در واقع جفا کردیم به حال کسانی که از بین میرن. بله اینها همه اعترافاتی است به قتل عمد و کشتار جمعی و البته کلیت این حاکمیت در این جنایت شنیع و ضد انسانی دخیلند، طوری که از درون نظام هم به آن اذعان میشود. من که معتقدم از این به بعد هر کی بمیره واقعا قتل عمده و مسئولیتش نه فقط مال دولت نیست، مجموعه حاکمیت کشورمونه. به رغم این سیاست ضد مردمی که دیدیم، نظام آخوندی در قبال خواست عمومی تهیه واکسن بالاخره باید یک پاسخی به مردم بده. اما آخوندها چون قصد خرید واکسن معتبر رو ندارن، به بهانه‌ها و دروغگویی‌های سخیف متوسل میشن. بهانه‌ها و دروغگویی‌های حکومتی برای نخریدن واکسن. تولید واکسن ایرانی یکی از دستاویزهای آخوندها برای نخریدن واکسن معتبر و تایید شده است. در این رابطه 167 داروساز این ادعای نظام را به سخره گرفتند. سایت حکومتی اندیشمند 8 دی 99. 167 داروساز ایرانی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو مطالعات بالینی در ایران برای تولید واکسن کرونا را در حد یک شوخی خواندند و نوشتند با کدام جرأت ادعای تولید چنین واکسنی را داریم؟ روزنامه حکومتی شرق هم به چپاول حکومتی سازمان یافته و صرف نظر ناکردنی در موضوع واکسن و نفوذ شرکت‌های تولید واکسن در رژیم اذعان کرده و نوشت آیا تولید کنندگان این واکسن ها با توجه به گردش مالی عظیمی که واکسن به همراه می آورد در صدد جلوگیری از واردات واکسن هستند و از توان و امکانات خود در این راستا بهره می برند؟ اگر دوز لازم برای واکسیناسیون کامل را برای جمعیت ایران و شهروندان مقیم این کشور حدوداً 170 میلیون دوز برآورد کنیم، خواهیم دید که اگر هر واکسن را فقط 5 دلار قیمت گذاری کنیم 850 میلیون دلار می شود که بسیاری را می تواند وسوسه کند. دستاویز و بهانه دیگر آخوندها برای نخریدن واکسن موضوع تحریم هاست. اما رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در رد این فریب حکومتی گفت دارو از تحریم
معافه، یعنی ما اگر مثلا پولی رو به شکلی که قابل قبول باشه برای فروشنده بهش بدیم، هر فروشنده ای از هر جای دنیا به ما دارو میفروشه. یکی دیگه از ترفندهای جنایتکارانه رژیم آخوندی برای فرار از واکسیناسیون عمومی این بود که آخوند روحانی ابتدای امسال مدعی شد که بخش خصوصی میتونه بره و واکسن وارد کنه و بفروشه. معنای این حرف این بود که کسی که پول نداره باید بمیره و این ادامه همون سیاست کلان تلفات انسانیه. اما بعدا معلوم شد همین بخش خصوصی هم یک ترفند کثیف برای چپاول بیشتر در زمینه تهیه واکسن بوده، به طوری که در روز 16 فروردین همین امسال روزنامه حکومتی جهان صنعت در جریان جنگ و جدال هایی که بین خود دستجات رژیم بود افشا کرد که اصلا هیچ کشوری، یعنی کشورهایی که واکسن تولید میکنن، به بخش خصوصی واکسن نمیفروشن و نمیدن و فقط طرف حساب اونها دولت ها و ارتش های کشور هست. و در همین رابطه نوشت الان هم دولت فراخوان تهیه واکسن روسی رو داده که ردگم کنی کنه و واکسن هایی که خودش وارد کرده رو به مردم بفروشه. امروزه تمام داروها از شبکه درمان به سمت ناصر خسرو نشت میکنه، یعنی از وزارت بهداشت رژیم قاچاق میشه به داخل بازار آزاد. حال واکسن های اصلی که به قیمت 80 میلیون تومان در ناصر خسرو موجوده به قیمت کمتری مانند 10 میلیون تومان در داروخانه ها به صورت قانونی به فروش میرسونه، یعنی میاره تو بازار آزاد به قیمت 80 میلیون تا مردم مجبور بشن برن از داروخونه رسما با قیمت 10 میلیون بخرن و اینجوری به مردم داره کلک میزنه و جیب مردم رو خالی میکنه. میبینید که تا کجا این رژیم ولایت فقیه تمام سیاستهایی رو که به کار میبره، تمام تربرنامه‌هایی رو که میریزه فقط برای سرکیسه کردن و چپاول مردمه و چیز دیگه نیست و طراحی‌هایی رو که میکنه تمام طراحی‌های ضد مردمی هست. بله، دروغ‌ها و بهانه‌های رژیم بخشی از سیاست ضد مردمی هست که رژیم آخوندی در رابطه با تنها راه حل مقابله با کرونا یعنی واکسیناسیون در پیش گرفته. کافیه مقایسه کوتاهی با سایر کشورها بکنی تا ابعاد این جنایت خامنه‌ای بیشتر روشن بشه. مقایسه واکسیناسیون در ایران و سایر کشورها. روزنامه حکومتی آرمان 16 اسفند 99 در این رابطه می نویسد در واکسیناسیون حتی از همسایگان عقب افتاده من هم عقب افتاده تریم. این واقعا دردآور است که یک کشور باستانی مثل ایران که تقریبا 1% از جمعیت دنیا و 9% از سرانه ثروت جهانی را دارد اصلا برنامه واکسیناسیونش مشخص نباشد. خیلی از کشورها 20-40% جمعیت خود را واکسینه کردند. در زمینه کندی روند واکسیناسیون هم روزنامه حکومتی ستاره صبح 9 اسفند 99 نوشته در حال حاضر به طور میانگین روزانه بیش از 6 میلیون نفر در دنیا واکسینه می شوند. افغانستان در هفته های گذشته 500 هزار دوز واکسن کرونا را از هند وارد کرد و در حال تزریق واکسن به شهروندان است. متاسفانه در ایران به دلایل مدیریتی و سیاسی روند واکسیناسیون کند انجام می شود. البته این بازی کثیف و ضد انسانی از چشم مردم ما پنهان نیست. در این رابطه یک خانم هموطن خوزستانی خطاب به وزیر بهداشت رژیم می گوید خوزستان چقدر باید آلوده بشه که بخوای به فکرش باشی؟ تازه دیروز 30,000 تا واکسن برای خوزستان فرستادی. چند درصد از جمعیت ما رو واکسینه میکنه؟ چرا همش تو حرفاتون مردم رو مقصر میدونی؟ این همه مردم رعایت کردن، شما برنامه‌تون چیه؟ شما چی کار میکنین برای واکسن ما؟ اینم میخوایم با مظلوم نمایی رد کنی؟ با همین خاورمیانه در حالی که 20-80% مردم واکسینه شدن تو این کشورها، تو ایران هنوز واکسیناسیون 2.9%.
خواست مشروع و عمومی واکسن آنقدر بالا گرفته که تلویزیون سانسور شده حکومتی را هم به واکنش واداشته است. بعضی ها میگن که چطور کشورهای دیگه ای داریم که واکسیناسیون مردمشون رو اینقدر جلو بردن ولی در کشور ما قطره چکانی داره واکسن به مردم داده میشه. این تفاوت به چه علتیه؟ روزنامه حکومتی اعتماد 15 فروردین 1400 نیز ضمن اشاره به ضد و نقیض گویی مقامات رژیم در مورد رایگان یا پولی بودن واکسن نوشته، بلومبرگ در گزارشی به تخمین زمان بازگشت به زندگی عادی هر کشور با بررسی سرعت واکسیناسیون در آن کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، ایران تا 10 سال آینده می تواند 75% از جمعیتش را واکسینه کند و به زندگی عادی بازگردد. این مقایسه مختصر نشون داد که برخلاف همه دولت‌های دنیا که دنبال نجات مردمشون از کرونا هستند، آخوندها با استفاده از کرونا کمر به قتل مردم ایران بستند. اما این همه قضیه نیست. این جنایتکاران حتی تست واکسن‌های تایید نشده را هم روی مردم محروم ایران انجام میدن. آزمایش واکسن‌های تایید نشده روی مردم ایران. روز 4 فروردین تلویزیون رژیم از واکسیناسیون 1000 پاکبان شهرداری شیراز خبر داد. برای حفظ سلامت پاکبانان نه تنها در شیراز بلکه در سایر شهرستان‌های استان هم واکسیناسیون این گروه انجام میشه. در روزهای بعد رسانه‌های رژیم خبر از واکسیناسیون پاکبانان در سایر شهرها دادند. پاکبان‌هایی که اساساً در اولویت واکسن قرار نداشتند. پس از آن در فضای مجازی درس کرد که آنچه تحت عنوان واکسیناسیون پاکبان‌ها صورت گرفته در واقع بخشی از مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کوبایی است. به دنبال انتشار این خبر و خشم و تنفری که این اقدام ضد انسانی برانگیخت، جهانپور از مهره‌های وزارت بهداشت رژیم ناگزیر به صحنه آمد و ضمن تکذیب این خبر گفت ادعای واکسیناسیون با واکسن کوبایی در ایران کذب است. این در حالی است که بیگلری رئیس انستیتو پاستور رژیم در مورد واکسن کوبایی در 15 بهمن 99 اعلام کرده بود ظرفیت تست ما روزهای اول حدود 2 تا 3 هزار تست بود که سریعا افزایش یافت و امروز حدود 50 هزار تست روزانه انجام می دهیم و اگر نیاز بالاتر از این هم شود می توانیم به آن برسیم. و پاستور احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم هم در جنگ باندی ضمن تایید همین جنایت ضد بشری نظام اذعان کرد داروهایی که هنوز آزمایش خود را پس ندادند روی مردم ایران آزمایش می شود. مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون. 3500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرارداد بسه پول گرفته. این سیاست ضد بشری اونقدر مفتضحه که اعتراضات رو در درون خود رژیم هم برانگیخته. اعتراضات و مخالفت ها علیه این سیاست ضد بشری در درون رژیم. روزنامه حکومتی آرمان روز 16 اسفند 99 در مطلبی درباره وضعیت تهیه واکسن توسط رژیم آخوندی نوشت مسئولان ظاهراً دوست دارند در نقش مدیر کل جمع‌آوری اجساد صحبت کنند و دستورالعمل چگونگی دفن اموات را در برنامه کاری خود دارند. همین روزنامه در 19 فروردین 1400 نوشت لجاجت در نخریدن واکسن‌های معتبر بس است. روزنامه حکومتی شرق 15 فروردین 1400 وزارت بهداشت در چه کاری شفافیت داشته که در امر توزیع عادلانه واکسن بتوان به آن اعتماد کرد؟ روزنامه حکومتی همدلی 12 اسفند 99 برخی اظهار نظرها و رفتار مدیران به گونه است که آدم احساس می کند انگار دل مدیران برای افزایش آمار مرگ و میر و افزایش مبتلایان کرونا تنگ شده. چشم دیدن منفی شدن آمار مبتلایان کرونایی را ندارند. یک اپیدمیولوژیست هم به طور تلویحی خامنه ای را که ورود واکسن معتبر به کشور را ممنوع اعلام کرد قاتل مردم ایران دانست. و خیلی جرأت میخواد کسی بدون تخصص کافی، بدون همراهی و همفکری کافی
تصمیمی بگیره که قربانی به جان مردم باشه و مردم باشه. نتیجه‌ای که تا این جای گزارشمون میتونیم بهش برسیم اینه که برخلاف همه دنیا که دولت‌ها و مردم علیه کرونا و در یک جبهه‌اند، در ایران آخوندزاده نظام ولایت و کرونا علیه مردم هم جبهه‌اند. اما در قبال این دو دشمن متحد چه باید کرد؟ هم جبهگی کرونا و خامنه‌ای و برخورد درست در قبال آن. این حرف را در این رابطه رهبر مقاومت در پیام نوروزی این طور بیان کرد: راستی پشت گرمی خامنه ای با این همه دروغ و دغل و حرفای پوشالی و میانتوهی به چیست؟ به چی پشت گرمه؟ در یک کلام، به فرصت و نعمت کرونا برای زمینگیر کردن مردم، به کلان تلفات و سپر انسانی برای دور کردن خطر قیام. پس ما نباید در برابر کرونا تسلیم بشویم. باید روزی نو و فصلی نو در جنگ با هر دو ویروس منحوس کرونا و ولایت رو آغاز کنیم. نباید تسلیم شد. باید به پا خواست و به هر قیمت شورش و قیام کرد. با امید به این که هرچی زودتر مردم ایران از شر کرونا و کرونای ولایت خلاص بشن، شما رو تا گزارش ویژه بعدی به خدا می‌سپاریم. پیروز و موفق باشید.